وزیر خارجه ایران میگوید حزب الله لبنان انگشت روی ماشه دارد و آماده هر سناریویی است. اشاره او به احتمال گسترش جنگ و درگیری مستقیم بین اسرائیل و حزب الله لبنان است. ایران حامی اصلی حماس و حزب الله لبنان است، اما در حمله اخیر حماس هرچند ایران ابراز خوشنودی کرد ولی گفت که دخالتی در آن نداشته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. همه می‌خواهند بدانند آیا پای حزب الله لبنان یا ایران به جنگ حماس و اسرائیل کشیده خواهد شد یا نه؟ سوالی که شاید هنوز هیچ کس جوابش را نداند، نه حتی طرف اسرائیلی، ایرانی و نه حزب الله لبنان اینجا در بیروت. ولی شاید پیامی که هر سه بازیگر می‌دهند این باشد: ما دنبال گسترش جنگ نیستیم ولی برای هر احتمالی آماده ایم. ما به عنوان حزب الله به این مصاف کمک میکنیم و در چارچوب برنامه ها و نقشه خود عمل میکنیم. برنامه و نقشه های حزب الله تا الان این نبوده که در این شرایط به کمک حماس بشتابد، ولی میخواهد بگوید اگر کار به آنجا کشید آماده است. حرفی که امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که با رهبران حزب الله لبنان دیدار کرد تکرار نمود. دست همه روی ماشه شلیک هست. اعلام آمادگی برای جنگ با حریف خیلی تصویر روشنگرانه از اوضاع به دست نمیدهد، ولی این را نشان میدهد که نه اسرائیل و نه حزب الله و ایران نمیخواهند در حال حاضر به آن ساعت صفری که سالهاست برای آن آماده شده اند نزدیک شوند. اعلام ساعت صفر برای هر گونه اقدامی در صورت تداوم جنایات در اختیار مقاومت هست. ایران تنها کشوری بود که عملیات طوفان الاقصا را علیه اسرائیل تبریک گفت. با این اوصاف ایران میگوید در عملیات طوفان الاقصا دخالت مستقیم نداشته. حرفی که هم دولت اسرائیل هم دولت آمریکا میگویند هنوز سندی نیافتند که خلافش را ثابت کند. ولی حمایت معنوی، مالی، تسلیحاتی و آموزشی ایران از حماس چیزی نیست که هیچ کس، حتی رهبران جمهوری اسلامی، در صدد پنهان کردن آن باشند. باید منتظر طوفان بود. ایران تنها کشور دنیا بود که حمله حماس را تبریک گفت، ولو اینکه غیر نظامیان اسرائیلی هم قربانی شدند. حمایت از حمله به غیر نظامیان اسرائیلی مورد تایید آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم قرار گرفت. مجاهدان فلسطینی توانستند خود را از محاصره غزه بیرون بیارن، خلاص کنن و برسن به مراکز نظامی و غیر نظامی صهیونیست‌ها، او مظلومه. آیت الله خامنه ای در ادامه همین حرف از حمله اسرائیل به غیر نظامیان فلسطینی شکایت کرد، ولی هم کوشید نگذارد اتهام دخالت داشتن مستقیم ایران دستمایه کشاندن پای این کشور به یک جنگ احتمالی شود. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. این سخنرانی آیت الله خامنه ای شاید در زمره سخنرانی های قرار بگیرد که نشان از واقع بینی او دارد. نگرانی بخشی از افکار عمومی ایران این است که کشورشان درگیر یک جنگ احتمالی شود. موضع‌گیری ایران و متحدانش و اسرائیل و متحدانش شاید فعلا کمی از این نگرانی ها کم کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. دو مهمان داریم. داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو مهمان ما هستند و همینطور امین صوفی‌آمر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه اندیانا از شهر بلومینگتون آمریکا با ما هستند. سوال اول رو از شما میپرسم آقای صوفی‌آمر. اسرائیل همه این اتفاقها رو از چشم ایران میبینه، وزیر دفاعش دیروز تاکید کرد روی این، وزیر خارجه ایران هم حرف از این زد که انگشت‌ها روی ماشه است، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی هم امروز میگفت که اوضاع به سود ایرانه، شما چی فکر میکنید؟ همیشه این خیلی شایع است که میگن که جمهوری اسلامی همیشه نبرد یکی رو میبره، قصد استراتژیک میخوره. به نظر من این کاری که هم به نظر من بادم به پشتیبانی جمهوری اسلامی انجام داده تبعیت میکنه از همین الگوی رفتاری جمهوری اسلامی. شاید جمهوری اسلامی مدت فکر کنه که تونسته عربستان از محور اسرائیل جدا بکنه، ولی خب میدونیم که نزدیک
کشور شده دریافت مشترکی که از تهدید جمهوری اسلامی در میان مدت و دراز مدت این تهدید مشترک روی پیدا میکنه از دوباره و باعث نزدیکی عربستان و اسرائیل خواهد شد. همینجور باعث نزدیکی بیشتر آمریکا به اسرائیل و همچنین به عربستان خواهد شد و از دوباره جمهوری اسلامی منزوی خواهد شد. الان سخنی که رایج در جهان اینه که حماس گروهی در حد گروه های داعش و القاعده، بنابراین رفتاری که با این دوتا گروه تروریستی انجام شد باید با حماس هم انجام بشه. بنابراین اگر که این اتفاق بیفته پیامد عملی اون کشورهایی که مثل جمهوری اسلامی از حماس حمایت مالی میکنن و یا حمایت به آموزشی انجام میدن، اونها هم تحت تحریم‌های گسترده قرار خواهدن. تا پیش از این اگر که به اصطلاح اون فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی مبلغش و اجرا کنندش تنها حزب جمهوری خواه آمریکا بود، به نظر من کم کم این تبدیل میشه به سیاست دو حزبی و یک اجماع جهانی پیش خواهد آمد که با حماس و جمهوری اسلامی برخوردهای جدی بشه که نتونن از دوباره چنین تهدیدات رو علیه موجودیت اسرائیل انجام بدن. الان خیلی ممنونم از شما سوفیا میر. آقای محمدپور شما چی فکر میکنید؟ بعضی ها میگن که این اتفاق ها همش باید از چشم ایران دیده بشه و اگر هم کسی در این میان بخواد از حقوق فلسطینی ها دفاعی بکنه، خیلی وقتها خواهی نخواهی به سمت حمایت از ایران یا تایید و هماهنگی با سیاست های ایران میره. ببینید آنچه که در غزه داره اتفاق میفته یک فاجعه انسانی است و به طریق اولا در سرزمینایی که اسرائیل در اختیار دارن و از همینه. اینی که شما یک مسئله انسانی رو فرو بکاهید به یک مسئله سیاسی از لحاظ اخلاقی بسیار مهمه، به خاطر اینکه یه بیتی دارد سایه میگوید که مرد با چون با مرد رو در رو شود مردمی از هر دو سو یک سو شود. مرد یعنی انسان دیگه، وقتی دو انسان با هم شروع میکنن میجنگن از هر دو سو انسانیته که فرو اینجا چراغش خاموش میشه، فرق نمیکنه کی شروع میکنه جنگ رو. ولی اینی که بگیم این ماجرا الان پای ایران در میانه، این ندیدن تاریخ، نه فقط ندیدن تاریخ فلسطین، نه فقط ندیدن تاریخ ایران و حتی جمهوری اسلامی، بلکه ندیدن تاریخ خود اسرائیله، تاریخ خود رهبران اسرائیله. ببینید ما سه تا مورد خیلی مشخص داریم که به وضوح نشون میده که تعدادی از رهبران اسرائیلی کاملا آگاه بودن که این مسیری که دارن حرکت میکنن با حماس مسیر خطرخیزی است. اولین نشانش اینه که چند نخست وزیر پیاپی اسرائیل تلاش داشتن که کمک کنن حماس قدرت بگیره، پرورش پیدا کنه، از جمله همین آقای نتانیاهو که توی اخبار ازش نقل شده که خواستار حمایت از حماس بوده. چرا؟ چون فکر میکردن که یه شکافی میندازن بین رهبران مختلف فلسطینی، یه عده میرن توی مسجد نمازشون رو میخونن، یه عده ملی‌گرایی شروع میکنن، بین اینا شکاف میندازن و بالاخره اسرائیل میتونه از این وضعیت استفاده کنه. یه کار دیگه ای که اسرائیل کرده بود این بود که به شمال به لبنان حمله کرد و در واقع بذر شکل گیری حزب الله رو در دهه 80 در لبنان کاشت. عرض من اینه که ما نمیتونیم این تاریخ طولانی مدت رو نادیده بگیریم و از یک تاریخ 70 80 ساله فقط یه برهه مثلا یه ماهه، شش ماهه، دو هفته ای رو در بیاریم بعد بگیم تاریخ ما اینجوری میفهمیم. مثال مشخص برای شما بزنم، سال گذشته اسرائیل در موارد متعدد کودکان فلسطینی رو کشته که صدای تمام رسانه‌ها در اومد، ولی هیچ کدام از اینها این واکنش جهانی رو پیدا نکرده، به دلیل بسیار ساده که اسرائیل توانایی همراه کردن رسانه‌های جریان اصلی رو با خودش داره و قشنگ میتونه این فضا رو به سمتی ببره که این وضعیت، شما شنیدید دیگه در سخن آقای صوفی عامر که این وضعیت با وضعیت داعش قابل مقایسه است، با وضعیت القاعده قابل مقایسه است، در حالی که اینا تفاوت‌های بسیاری دارن. هیچ کی نمیپرسه که داعش و القاعده کی چجوری به وجود اومدن و 11 سپتامبر، ببینید القاعده قبل داعش دیگه، 11 سپتامبر که اتفاق میفته آمریکا به عراق حمله میکنه و افغانستان حمله میکنه و بذر تولد داعش اینجا کاشته میشه. یعنی شما یه اقدامی انجام میدید که پیامدهای غیر قابل کنترلی داره و البته براتون مهم نیست. آنچه که اینجا مهم نیست برای هیچ کدوم اینا مهم نیست، ظاهرا آدمی است، ظاهرا انسانه، چون یه عده تصمیم میگیرن که این طرف انسانه آن طرف انسان نیست. این
توهی کردن یک طرف از انسان بودن از انسانیت رو ما نمیتونیم فرو بکاهیم به نبرد سیاسی دو تا کشور و دو تا ایدئولوژی. آقای سوفیامر، واقعا شما چه این مقصدی داشتید که دو طرف درگیری رو، حالا یا یکی از طرف‌ها رو، عاری از انسانیت تلقی بکنید؟ به هیچ وجه. من این ضبط شده، بینندگان عزیز میتونم برگردن گوش بکنم، ولی چیزی که برام عجیبه اینه که آقای محمدپور چقدر راحت جنایات حماس رو توجیه اخلاقی میکنه، اون هم در یک ردای چنین کاری نکردم. گوش کنید، اجازه بدید آقای سوفیا مهر حرفشون رو تموم کنه. اونش های محور مقاومت اون میخواد واکنش نشون بده، در حالی که اینها کنش هستن آمده از یک ایدئولوژی. اینو ما نخواهیم متوجه بشیم، هیچ چیز رو از این گروه های متوجه نخواهیم شد. حماس معلول نکبت و فلاکت نیست، حماس خود نکبت و فلاکته. اگر اینا درک نکردیم، هیچ چیز رو از مناقشه بسلاتی که در منطقه هست درک نخواهیم کرد. ببینید، من تفکیم میان آرمان فلسطین و همدردی و تلاش برای کاستن از درد و رنج فلسطینیان و همچنین اسرائیل. آرمان فلسطین لزوم روی کرده اخلاقی نیست، اتفاق ایدئولوژی سیاسیه. این ایدئولوژی سه تا عیب و یا سه تا پیشورز معیوب داره. یکی که بر تحریف تاریخ بنا شده، گویی که بر مستقلی وجود داشته، اسم این کشور مستقل فلسطین، و این کشور مستقل یک دولت مستقلی داشته، بعد از اون اسرائیل و یهودی آسف اومدن و این منطقه قصف کردن. راه حل قصف چیه؟ یا ترور یا آمیزه از ترور و همچنین، حالا اونجوری که خامنه‌ای میگه، به زعم خودش از طریق رفراندوم. وقت لطفا به ایشون نزدیک 4 دقیقه وقت داده، الان 2 دقیقه خواهش کنم، چون گفتید 3 مورد، این موارد رو سریع‌تر بگید که برسیم به همشون. بفرمایید، وقت رو مساوی تقسیم کنیم. مسئله دومی که دوگانگی که در بطن خود این به اصطلاح ایدئولوژی فلسطینه، و اون اینه که آرمان فلسطین از جان فلسطینیان عزیزتر شمرده میشه. بنابراین دستمایه تنزه طلبی اخلاقی میشه که من بهترم تو بدتری، و این یعنی که رذیلت اخلاقیه. سوم اینه که مسئله از دل این تنزه طلبی اخلاقی، و چون که این ایدئولوژی سیاسی است برای منکوب رقیب و خصمه، اتفاقا بر درد و رنج مردم فلسطین افسوده میشه. شما ببینید، حماس آرمان خودش آرمان فلسطین گذاشته، آرمان فلسطین براش عزیزتر از جان فلسطینیانه، از دل این توجیه ترور رو انجام میده، از دل این نکبت بیشتر برای فلسطینیان. من حرفای آقای سوفیامیر رو اگه خیلی خلاصه بکنم، میگن که حماس ناجی فلسطینیان نیست، بلکه بلای جان اونهاست. شاید، ولی آخه صحبت من این نبود اصلا. عرض من این بود که ما داشتیم مسئله دیگه رو توضیح میدادیم. آقای سوفیامر داره با یک کسی دیگه، با یه حریف خیالی داره میجنگه که من نیستم. ببینید، من عرض کردم خدمت شما که وقتی در چنین نزاعی طرفین به این سمت میرن، انسانیت از هر دو سو صدمه میبینه. در سخن من هیچ توجیه خشونت و ترور و وحشت افکنی نبود مطلقا، ارزان کاملا روشنه. فهمیدن بافتار بروز اینها مهمه. ما نمیتونیم این بافتار رو نادیده بگیم. من به یه نکته اشاره میکنم، وقتی آقای سوفیامر میگن که حماس معلول نکبت نیست، خود نکبته، این دیگه تحلیل جامعه شناختی نیست، تحلیل فلسفی نیست، این به وضوح شعاره و ایدئولوژیه. به خاطری که شما نمیتونید بگید آقا این بیماریه، این سرطانه، اون فلانه، این بهمانه. این تعبیرات، تعبیراتی که از عرصه جامعه شناسی و تئوری سیاسی خارج میشه. یعنی شما پیشاپیش جانبی گرفتی، موزه گرفتی، یک کسی رو میگه آقا این نکبته، اون طرف مقابلا با شما همین کارو میکنه. ما به این راه رو ادامه بدیم، طرف اسرائیلی اینو میگه، طرف فلسطینی هم همین رو میگه، جمهوری اسلامی هم همین رو میگه، آقای سوفیامر هم به اون طرف مقابل همین رو میگه، این نبرد هیچ وقت تمام نمیشه. جایی تمام میشه که ما بفهمیم جان کودک اسرائیلی به همون اندازه ارزش داره که جان کودک فلسطینی ارزش داره. اگه اینو قبول نکنیم، یعنی ما خودمون از دایره انسانیت بیرون رفتیم، ولی یه نقابی میذاریم خودمون موجه جلوه میکنیم. چون این بحث خیلی بحث دامنه‌دار طولانیه، وقت ما هم خیلی محدود، هر کدوم از آقایون 1.5 دقیقه وقت دارن که جمع‌بندی بکنن. آقای سوفیامر بفرمایید، خواهش میکنم. بله، ببینید، من همونطوری که گفتم آرمان فلسطین رو باید از درد و رنج انسانایی که صاحب
گوشت و پوست و خون هستن جدا کرد. آرمان فلسطین یک تبار نظری داره و اون برمیگرده به فعالیت‌های مفتی اورشلیم حاج امین الحسینی. ایشون همکاری گسترده‌ای با هیتلر داشت در معیت هیملر معمار هولوکاست به اردوگاه‌های آدم سوزی نازی ها میرفت، در سازماندهی مسلمانان نازی در بوسنی نقش داشت، از سال 42 تا 45 ماهیانه 90 هزار مارک از دولت نازی در میاد. ایشون روی اندیشمندان و به اصطلاح نواندیشی اسلامی تاثیر گذاشته. حسن البنا یکی از ستایشگران به اصطلاح حاج امینه، روی سید قطب که به اصطلاح پدر معنوی اخوان المسلمین تاثیر گذاشته و این آرمان فلسطین و بیش از همه نه در دورنج مردم فلسطین تحت دنباله میراث نازی هاست که در شکل اسلام گرایی تداوم پیدا کرده. گفته میشه که خمینی رادیو برلین رو گوش میکرده که به اصطلاح رادیوی نازی ها بوده، یکی از شنوندگان پراپا قرص این رادیو بوده. بنابراین اینا رو ما نباید تفکیک بکنیم تا وقتی که ما تبار این نکبت رو نشونه. ببینید وقتی که نازی ها از یهودیان انسان زدائی میکردن، شما با تحلیل فلسفی نمیتونید توضیح بدید. یه پدیده عادی نیست که بخواید در مورد این فلسفه کنید و اینو یک عقیده یا یک باوری مثل باوری دیگه بید. خیلی ممنونم از شما آقای صوفی عمر. آقای محمدپور شما هم 1.5 دقیقه فرصت دارید که جنبندیتون رو بگید. ببینید آرمان فلسطین از مردم فلسطین جدا است یعنی چی؟ مگه آرمان فلسطین یه مسئله شطرنجه؟ مگه ما داریم فوتبال بازی میکنیم؟ ما درباره رنج انسان‌ها صحبت میکنیم. اینی که ما بیایم وضعیت فلسطین رو و تمام فلسطینیانی که فقط مسلمون نیستن، اینا فقط وقتی فلسطینی که ما داریم حرف میزنیم، ما درباره مسلمونی که طرف حماس یا حزب الله یا جمهوری اسلامی باشه حرف نمیزنیم، درباره یهودی حرف میزنیم، درباره مسیحی حرف میزنیم، ما درباره ادوارد سعیدی حرف میزنیم که قول مطرح کردن بحث شرق شناسیه. شما چجوری میتونید ادوارد سعید بذارید کنار اون آقای مفتی که در اونجا بوده؟ وقتی این تصویری که آقای صوفی عامر به ما میده که آقا فلانی مفتی فلانجا بوده با نازی ها دست به یکی کرده، این یهودی همون ماجرای هولوکاست زندگی میکنه، یعنی شما قدم به قدم دارید یه تصویر رسانه‌ای میسازید که این همون هولوکاسته. آقا این قدم گذاشتن در راه جنایته، یعنی شما آلمان یه جنایتی کرده، بعد شما یه توجیه دیگری برای جنایت دیگری فراهم میکنید. درست همونجوری که وزیر دفاع اسرائیل رسما میاد پای تلویزیون میگه که ما آب و برق و گازش قطع میکنیم و این اعتراف به ارتکاب جنایت جنگیه. ما چطور میتونیم اینو نادیده بگیریم بعد بگیم آرمان فلسطین از مردم فلسطین جداست؟ خیلی ممنونم از هر دوی آقایون، داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی و امین صوفی عامر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا.